سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همینجا کوکتل تی و امروز با یک رپ هاوشی دیگه در خدمت شما هستیم و می‌خوایم با هم بررسی کنیم هاوشی دو سه روز گذشته رپ فارسی رو اما قبل از هر چیزی اگه تازه با کانال آشنا شدید یادتون باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید که مهارت بزرگی از ماست و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم رپ رو داشته باشیم خب برابر با داخترین هوشین چند روز اخیر با هم شروع میکنیم اونم داستانی این که بین جیدال و لیتو شکلی گرفته خب همونطور که میدونید از آهنگ ابی که دی سی به زد بازی بود جیدال تیکای رو به لیتو انداخت و یک سری درگیری شروع شد اما جواب خاصی ما از لیتو ندیده بودیم تا زمانی که آهنگ فرش همین 4 5 روز گذشته منتشر شد اول ویدیو گفتم دو سه روز گذشته اما 4 5 روز گذشته است به هر منتشر شد و اون تو تو ورس خودش مثل اینکه تیکه هایی رو به جیدال انداخته بود لیتو و بعد از اون جیدال فیرستالی رو منتشر کرد به اسم اریبدرچی که ایتالیایی هست این اسم و به معنی سیوسون یا به امید دیدار یا میبینمت خواهم دیدت یا همون به نوعی یه جور خدافزی دیگه این آهنگ رو منتشر کرد یعنی این فیرستال رو منتشر کرد و به گفته خود جیدال این فیرستال توی نیم ساعت کلن کاراش انجام شده بعد از اینکه منتشر کرد علی جیدال این فری استایل رو تو اینستاگرام هم پستش گذاشت خود لیتو رفت وزیرش نوشت جون با یه سیکر بوس و خود جیدال این کامنت رو ریپلای کرد و نوشت بگیر به دندون یک تهرون و خب تیکه انداخت به اینکه خب به ازال لیتو خودش یک تهرون میدونه و یکی از القابش هست و نکته جالب دیگه هم این هست که عرفان که خب از قدیم روابط خوبی با بهزاد لیتو داشت و به لیتو خب خیلی جاها رپر مورد علاقه خودش میدونسته اومد و زیر این پست نوشت رنده و حتی پارسالیپ هم با یه کامنت حمایت کرد به همین شکل که میبینید حالا داستان جالبی شده دیگه رفیقای قدیمی که حالا با هم آهنگای خوبی هم داشتن لیتو که یه زمانی عضو پایدار بود فلان تو جبهه مخالفشونه و با هم اینجوری درگیری دارن حالا بعد از این داستان یک سری استوری هم رد و بدل شد که استوری ها رو با هم به ترتیب میبینیم دیسه مثل که بعد تو کونت رفته که تو چی گیر کرده یهو یو بابا <تص�ح> من تنهایی اومدم پنج نفر رو دیست کردم توی آهنگ بعد یه اون نامردی و خالوازی که پشت پرده واسه من در تو همه چی کار کردی؟ رفتی دوباره با یه لشکر آدم رو بیت میراتیدن و سپر و سیابش و فلان و اینا یه دیست دادی به من یه ورس خوندی چهار تا پنج تا تیکه تو سیایی به من انداختی با تو اصلا هیچ کدوم از کارات بویی از مردونگی نبرده خدا وکیلی راست میگم داشت خونت برم حالا خیلی ارس نخور تو خوبی ولی این یه دونه کار رشته تو نیست آقا دیست دادن و این صحبت ها گنگستر بازی و لات بازی و این حرف ها رشته تو نیست نمیگم رشته من هست ولی رشته تو اصلا نیست خدا وکیلی آخه من اصلا وقت ندارم بشینم تو دیست, دیست بنویسم تو اگه تو لول من بودی هر ویکند کنسرت داشتی این فازا میمدی بیرون ولی خب این تیکای بس دانگار فعلا بگیر باشونش کن خیلی وقت نداری بابا تو که کامنت میدی دایرکت میدی ریبر ستوری میذاری آهنگ میدی وقت نداری و دیگه خوب اومدی یا داشی آقاتون درک که سالی دوازدم و تو رو این اینجوری نمیگه وقت نداشتم دیست نمیدم بک تو بک تو اون همه کنسرت دیست میده میزنه یارو رو ملغا میکنه تو با دو تا دونه برنامه بعد سه آهنگ دادی تو نیم ساعت خوردمت وقت چیه بابا اسکیوز ندارم داداش دیگه لوس شده الان تو ستوری میذاری میگی من خفنم من ستوری میذارم میگم نه من تو خفنترم ولی تا دل جفت اون که کی کجا کی داره چیکار میکنه خودت هم خوب میدینی لوس شده واقعا بعدم داشت جکش دیست می, می صرف برش من خب بیام به تو دیست بدم صرفی نداره برام اینکه کس خولم من یاد دارم همقدر خودم. هم. خب استوری هایی که به صورت ویدیو رد و بدل شده با هم دیدیم در آخر این استوری ها علی یک استوری زد و نوشت اجازه بده بیشتر از این بغزید نکنم خفن خان آره دقیقا خودمون بهتر میدونیم کی کی آره بعد از عباس مارسفید سلطان کاوار ها خودتی دیگه واقعا کار زندگی دارم حوصله نداشتم ویدیو بگیرم این تا اینجای داستان بود حالا باید ببینیم چه پیش میره دیس و دیس میاد یا نه لیتو که گفته حالا دیس نمیدم ولی حالا امیدواریم که دیس بده به هر حال یه دیس مستقیم از سمت لیتو داشته باشیم یا آهنگ میتونه باحال باشه حالا باید ببینیم تا کجا کش میاد اما از این داستانا که بگذریم میرسیم به سامان ویلسون که خب میدونید این چند وقته خیلی توی تلگرامش فعاله کلا توی سه چهار ماه گذشته و خیلی وایس ها رو میذاره و صحبت ها رو میکنه اول از همه اومد یه وایس گذاشت گفت آقا خیلی از من میپرسن بهترین خواننده ایران کیه بهترین خواننده تاریخ ایران کیه و اون خواننده رو امیر تتلو معرفی کرد وایس شما هم میشنویم بحثی تو این سوال نیست خفن ترین خواننده تاریخ ایران امیر تطلو هیچ بحثی هم توش نیست از هر جایی میخواین برین تحقیق کنین هر عددیو رو میخواین بیارین هر رزومه ای رو میخواین بیارین هر آهنگی رو میخواین بیارین هر کاری میخواین بکنین امیر تطلو خفن ترین خواننده ای تاریخ ایران از من ایران. از من اگه میپرسین یه چراچی شو خودتون میتونین بنسرچ کنین تو اینترنت پیدا کنین چراچی من چرا تو پرت نمیگم به نظر من خفن ترین خواننده ای تاریخ ایران امیر تطلو شماره دو هم بین هایده ها و گوگوش و ابی یک که اصلا بحث توش نیست دو هم یکی از این سه تاست خاموش آدم باید اشتباه خودش رو اعتراف کنه با امیر تطلو آهنگ ندام کوتاهی از من بوده همه همه چی ممکن بوده من یه مقدار عقب کشیدم جرئت نکردم میترسم از خیلی از چیزا رومانی هنرمند خودمو باش بکنم و در ادامه امروز هم یک سری وایس از خودش منتشر کرد سامان ویلسون و تیکایی رو به پایدار انداخت و اونها رو چرت ترین گروه تاریخ تو دنیا معرفی کرد و گفت اصلا هیچ جور خوب نیستن این حرفا و به حال یه سری حرفای دیگه زد در رابطه با مردم ایران و این حرفا که با هم میشنویم یه توضیح فقط بدم سرعت وایسا رو ما روی دو برابر گذاشتیم که تایم ویدیو بالا نره خیلی اگه متوجه نمیشید که چی میگه تو آپشنی که خود یوتیوب داره میتونید سرعت ویدیو رو بیارید پایین که اونجایی که متوجه نمیشید و راحت متوجه بشید الفون الان از آمریکا رو افتاده کشتیش میرسه هلند از اونجا آلمان اتریش یوگوسلاوی سابق که میشه سربستان مونتنگرو بعد بلغارستان ترکیه تهران اینو اینا نرفتن اینو بابای من رفته اینو بابای من ماشین آورده قدیم کامارو آورده از آمریکا تهران اینو <تصفح> اینا, اینا هیچ چی نمیدونن هیچ چی راجع به مسائل فقط چی آی اوی فلان الان اوضاع خیلی بده اوضاع فلان خب بیا درستش کن بیا چرا نمیای پس چرا نشستی آخرین نقطه دنیا الی دورترین نقطه به ایران داری زر میزنی اصلا پایدار از پایدار چرت و پرتر نداریم فقط یعنی باز بقیه‌شون رو میفهمم پایدار چرت و ترین تیم دنیا فقط مزخرف از اون سر دنیا آی اوی فلان شما برین زندان ما اینجا صدای شما ایم ما میخونیم که بیشتر این زندان کسافت <تصفح> <تصفح> راشا هر کسی با عرفان سلام علیک کرده الان توی وضعیتیه که ما بابای خودشون نمیتونه بنده خدا جدی میگم ما. این آدم این بلا رو سر این آورده تو اون آهنگ دی سر روز که اینا میگن لفظای دبستانی اومدی میگم چند تا رو مجبور کوچیک کرد چند تا رو ممنوع خروج کرد این یه کاری کرده آدما مامان بابای خودشون نمیتونن ببینن آدمایی که خیلی اصلا این کارا نبودن دو تا بیت قافیه کردن این گفته ایول بیا ما الان دو تا بیت دیگه هم خودم بهت یاد میدم چه بیتای چرت و پرتی هم بهش یاد دادی چون یه دونه آهنگ هیچ ندارین کلا اما اینکه خط من باشه که خط تو مهرات سرویس کرد ولی چی اصلا چی خونی به خاطر این چرت و پرتای تو 100 نفر در بدر شدن الانم داری ضد ما رو تعویل میگیری طرفدار خودت رو تعویل نمیگیری کسی که از ما بدش میاد رو داری تعویل ما میدونین چرا به خاطر اینکه ما مغز اون کار میکرد بلد بودیم اینجا چه جوری زندگی کنیم چه جوری دادگاه بریم چه جوری وثیقه بذاریم چه جوری پاسپورتی بریم چه جوری امنیت بریم چه جوری جواب بدیم بیایم بیرون دوباره یه ماه بعد دوباره میریم دوباره دو ماه بعد هم دوباره میریم حکم بازجویی منزل میاد بفرمایید تو بگردین همه جا رو اصلا شماها هیچ چی از این چیزا نچشیدین به خدا هیچ کدوم قسمت این کارا هم نبودین اصلا از اول اولش نشسته بودین اونجا تو الی کون رو زمین آی اوی آی اوی کون درد گرفت چتونه بابا شما که اصلا یه دوزارش هم اینجا نبودین چی میگین اصلا آش... تمام اونایی که میگن ما نمیدونم اینجا گیر بودیم ما اینجا سختی کشیدیم ما اینجا فلان بودیم شما اگه اینجا هر حالتی بودین ممنوع خروج بودین نمیتونستین برین پاتون از ایران نمیتونستین بزنین بیرون مگه مسخره بازیه اینجا وقتی ممنوع خروجی نمیشه بعد با ببعی و بز فرار کنی من فکر کنم رضا پیشو مثلا با خر و گوساله و اینا در رفته اونم چه نمیدونم چیکار کرده ولی غیر از این یه بقیاتون که اصلا از اول نیومدین که اینجا ما هم از اول ترجیح دادیم که درگیر خر و گوساله و گوسفند و این چیزا نشیم ما یه درگیر پانامرا و ماکان و کاین و این چیزا بودیم از اول که آدم تا الان لند کروز رو کلا ولی همین بوده دیگه آدم باید کار خودش رو راه بندازه اینجا دیگه اینا هم رابطه به وصل و هیچی نداره رابطش به اینه که شما باید وایسی جواب بدی بابت کاری که کردی تو تو آمریکا هم مطمئنم تو آمریکا تو رو برای یه کاری نگره دارن در میری مکزیک اینو میدونم میدونم تو فراری اصلا حوصله این کارا نداری فقط میخوای در ریوری یه جای دراز بکشی برو جلاب دراز بکش خودم میام میخوام روت یک دونه تون یه دونه دادگاه اینجا نرفته اسم دادگاه اومده همتون گرخیدین پریدین رفتین یه دونه تون وای نستاد اینجا که آقا محاکمه شه حکم براش بیاد حکم که نمیگن که آقا نمیخوام بکشنت که آهنگ خوندی آدم نکشتی که آهنگ خوندی آهنگ خوندی حل میشه کاری که من کردم کاری که همه بچه‌ها کردن حوصله این کارو نداشتین فکر کردین الان چرد... اصلا شما که از اول اونور بودین حالا من بقیه دارم میگم شما که اصلا از اول اونور بودین هی وایس منتظرین که بشه نمیدونم انتخابات 73 اختلافات 78 اعترافات 84 انتظامات اصلا شما که فقط دنبال این چرت و شما که فقط دنبال این که اینجا یه مثلا یه اختلافی به بار بیاد که همه جای دنیا می اختلافی به بار میاد فرانسه یه روز زمین متروش بسته است سورا دیروز گفت. گفت من شیر خوش برای بچه‌ام پیدا نمی‌کنم توی انگلیس اینو چرا کسی نمیگه این از این ولی کلا همه جای دنیا یه سری مشکلاتی هست و ولی شما فقط دنبال اینی که یه مشکلی تو ایران پیش بیاد شروع کنید راجعش خوندن این قاعده من کثیفی هستین بعد خودتونم ایرانی نمیدونم چه جوری میدونین اصلا خاک تو سر همتون واقعا واقعا آدم نیستین جدی آدم نیستین میخوای به من بگی که تو با اینایی اصلا میدونی اینا کیان اینایی که میگی منظورت نزدیک 1.500.000 نفرن نیاز من از اول به توضیح بدم ارگان های مختلفن بخوام توضیح بدم برات که کی کجاست چی کجاست خودم هم نمیدونم راستش رو بخوای ولی میدونم که من تو مملکت خودم دارم زندگی میکنم خیلی راحت همینطوری بگم من اینجا راحتم هم اینایی که میگی حداقل زندگی من داره میگذره خوب یا بد داره میگذره به مرگ هر کی که دوست دارم یک ریال اگه جوری شده باشه که من بخوام رانت بگیرم پدرم پدر بزرگم عموم هر کی یک ریال اگه جوری شده باشه که من بخوام برم تو جایی که مجبور بشم که رانت بگیرم فلان اینا بی شماها خیلی بی جرعتین. اینجوری بهتون میگم و یا یعنی اگه اینجا بودین همه با هم دیگه دارن صحبت میکنن شماها رو نداریم بیاین یا یه گنگکاری های کسافتی کردین که دیگه نمیتونین بیاین اون دیگه بحث خودتونه ولی فکر نمون که من اینجا نشستم که دارم رانت میگیرم و فلان اینا ما از سال 1342 پولدار بودیم هنوزم هستیم سر جامونم وایسادیم تموم شد رفت به همین راحتی اصلا تو این فازا نرو ما وقتی از سال 1337 پاساژ داشتیم وقتی از سال 1342 نمایشگاه داشتیم داشتیم همیشه بوده دیگه نمیدونم کمونیستی باید بشه که من بدبخت بشم یعنی باید مثلا همه چی یه جوری دیگه شست و شو بشه از اول بگن که اصلا هر کی هر چی داشته حساب نیست از الان شروع می‌کنیم اونجوری منو تو میشیم یکی ولی اگه دارایی‌های قبلیه جد در جدت حسابه که تو همه ممالک دنیا هست من تا آخر عمر وزم از تو بهتر خواهد بود اینو بکن تو گوش کرت و حواست باشه من وزم همیشه از تو خواهد بود مگه اینکه بزنی تو کار این بتومه تو چرت پرت تو این چیزا جوری دیگه نمیتونی از من جلو بیفتی پشخی. الان وضعیتتون یه جوریه که بعد این ما خواننده های ایرانی هستیم که داریم برای ایرانی های خارج از کشور می خونیم که آزاده خواهن خیلی توضیح زیاده شما برای ایرانی ها نمی خونید اشکا کلا داریم برای نه هم چیکار دارین میکنین کلا ولی اگه کسی رو تحریک میکنید اینجا که ما آدم ها میرن زندان این یادتون باشه اگر هم دارین مثلا یه حرکت عجیبی میکنین تشریف بیارین اینجا حرکت عجیبی بکنین احمقا از لانگ بیچ و ملیبو بیچ و نمیدونم فلان اینا خیلی راحت این حرفا رو زدن شما تشریف اینجا این حرفا رو بزنین نه چرا چون ما انقدر آدم های خفن و مهمی هستیم که باید بیرون از ایران باشیم که صدامون صدای مردم باشه <applause> باشه باشه مردم هم, مردم هم کم کم میفهمن ولی طول میکشه تا بفهمن ولی اینطوری هم نیست که شما صدای مردم باشین ما حداقل اقل این چیکار داری میکنیم ما داری میکنیم که شیش دقیقه سر تو باز کن از همه چی از همه چی تو دنیا و حال کن این کار شما بلد نیستین شما چی میگین؟ شما میگین که نه ما از الی دریوری میگیم یه سری و میگیم شما اونو اجرا کنید به بفرمایید زندان این حرف شما هست اونایی هم که میگن مثل ریچ کیدز زد بازی گروه درپیتی که اسم خودشو گذاشته رپر گوه نخور حداقل مسائل بعدی که راجعو مینویسی و بنویس نظر خودته ولی بنویس اولین گروهی که رپ فارسی رو به صورت درست ارائه داد و همه از رو اون تقلید کردن و همه دارن استراکچر کارو رو از رو اون برمی‌دارن اینو بنویس ننویس درپیتی زاده در نیستیم ما ما هر چی باشیم قوی ترین گروه رپ فارسی از نظر تکنیک از نظر هر چی که بگی بیشترین هیتا رو دادیم بیشترین آهنگا رو دادیم بیشترین زحمت هم راجبه این کار کشیدیم حالا اینکه نظر عقیدتی سیاسی مون چیه اون رو راجع بس کن در پیت تو دهنت نرو کثافت زد بازی یه گروهیه برای اینکه تو رو از حال و هوایی که تو این دنیا هستی هر جای هستی ببرت بیرون و سه چهار دقیقه همه چیزو فراموش کنی و برگردی زد بازی گروهیه که به تو حس میده خوشحال میشی ناراحت میشی قصه میخوری ممکنه برقصی ممکنه بخندی اینه هزار جور حس بد میده ما حس منتقل می‌کنیم ما لازم نیست اصلا نظر عقیدتی سیاسی مون رو بیاریم تو آهنگا اون اینجاست اون تو تلگرام که من دارم بهتون میگم نظر من چیه ولی تو آهنگا ما فقط داریم سعی می‌کنیم که هر کی داره اینو گوش میکنه. از این دنیا بیاد بیرون وقتی این آهنگ داره گوش میکنه کلا یه فکر دیگه بکنه ولی شماها بلد نیستین این کارو مجبورین که با حسای مردم تو همین دنیا درگیر بشین برای همین حسودیتون میشه چون نمیتونین کسی رو ببرین توی حال خودش این کارو نمیتونین بکنین سه چهار نفر بیشتر نیستن غیر از زبازی سه چهار تا آدم یا گروه دیگه نیستن که بتونن این حس منتقل کنن یکیشون تسلل یه حسی بهت متعلق می‌کنه تو از این دنیا میای بیرون یه مدت یه, یه تایم 3 4 حالا آهنگ امیر بیشتر 10 دقیقه ببرت تو حال خودت ببرت تو یه جایی که دوست داری باشی و برگردونه موزیک اینه اصلا من اینجا دارم به شما چرت و پرت میگم اینجا دارم انتو میکنم و یعنی تو آهنگ که من فقط دارم سعی میکنم که یه حسی بهتون بدم که بهتون خوش بگذره کلا اینایی که از اون دنیا دارن میخونن فکر میکنن که ایرانی ها یه سری آدم بسیار محترم و پاکیزه ای هستن که خیلی آدم های خوبی هن و اینا نشستن که حرفای شما رو گوش کنن نه من راحتتون کنم 70 درصد آدمای ایرانی ها خیلی آدمای بدی هستن جنس چینی رو بد جای آلمانی راه داشته باشه یه جوری هم تو پاچت میکنن صد جوری هم تو پاچت میکنن اصلا خیلی آدمای عجیب هستن یعنی فکر نکن نشستن که سیستم خراب و ما مظلوم شدیم و فلان میخورن بیا اینجا شما نشستین اول دنیا این چرت و پرت میگیم. بیا اینجا یه ذره با ایرانی سر بزن ببین اینا آدمای خوبی یا نه یه ذره تو کت باش همه نمیگم سی درصد ایرانی آدمای بسیار ولی 70 درصد ایرانی واقعا آدمای چرت پرت به سی. من خودم شما بیا اینجا پوستت رو میکنن پوستت رو میکنن میخورنت میشورنتن یه جوری میشه اصلا. حالت به هم میخوره حالت از ایرانی به هم میخوره از ایران نه میفهمی این داستان چیه یه چیش ماه بیا اینجا بفهمی که داستان کلا چه جوریه یه ذره سر کله بزن با ملت ببین ببین چی کارت میکنن ببین که با چه جوری رفتار میکنن کلا از معروفیت ببین سوء استفاده میکنن یا نه ببین چه جوری بشورنت بخورنت بگوزنت اینجوری اینا رو ندیدین شما یک سال بیا ایران زندگی کن بعد از یک سال دیگه به حکومت فوش نمیدی به مردم فوش نمیدی یک سال بیا ایران زندگی کن ببین چه جوری میشه ببین بعدش میخوام ببینم بعدش نظرت واسم جالبه تو فکر کن الان اینجا همه دست به و آسمون وایسادن دارن دعا میکنن حکومت داره به اینا ظلم میکنه خیلی بچه این خیلی بچه این جوجه این اینجوری بهتون میگم چون تا حالا نبودین نمیفهمین بیا اینجا ببین چه خبره بیا اینجا برس اینجا روز اول خیلی عالیه روز دوم خوبه روز سوم بد نیست روز چهارم بده نگاه کن بیا اینجا ببین چه خبره بیا انقدر چرت نشین از اون برای دنیا آی اوی اینجوری شد اونجوری شد فلان اینا اوی. نه اونجوری نیست که تو میگی بیا اینجا ببین چه خبره همون آدمی که تو اعتراضات همین امروز یه چیزیو غالب کرده به یکی که قیمتش اون نیست اینجوری بهت خب وایسا رو با هم شنیدید من یک پرانتز وا کنم خب خیلی فرقه بین کسی که مردم رو تشویق میکنه به یک کاری و مسئول حالا اون داستان میشه و کسی که خب به میاد آگاهی میده یا فقط میخواد حرف دلشو یا حرف مردم رو بزنه و صحبت کنه حالا نکته ای که اینجا هست آهنگ هایی که گوش میدید حالا تو هر مضمونی نباید جو بیخودی و علکی ازش بگیرید که بخواد یه سری حرکات رو انجام بدید حالا سبکش هر چی میخواد باشه و هر چی تو آهنگ حالا گفته میشه اینو باید بدونیم که یعنی مخاطبایی که حالا سنشون کمتر نباید جو علکی بگیرن که یه کاری بکنن حالا به ضرر خودشون یا هر چیزی تموم بشه ولی در کل من حالا خودم آهنگای پایدار رو گوش میدم خیلی تشویق به چیزی نکردن گرچه که خب آهنگای سیاسی زیاد دارن و خیلی حرفای سیاسی زدن خلاصه نظر ویلسون بود و حرفایی که زد از اون سمت فعلا ما چیزی نداشتیم و صحبتی نشده از سمت ارفان یا جیدال یا هر کدوم از اعضای پایدار باید ببینیم که در ادامه پیدا میشه یعنی حرفی میزنن یا چی که اگه بزنن حتماً پوشش میدیم خلاصه این بود از رب هواشی این چند روز اخیر و با هم بررسی کردیم و داستانها رو دیدیم حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو مثل همیشه اون پایین بنویسید و مثل همیشه منتظر اشخایی هم که میدید که کلی انرژی بهمون میده واسه ادامه راه صحبت دیگه باقی نمیمونه جز این که امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی